سلام. یکی از معضلاتی که همیشه دوستان گیمر رو اذیت میکنه وجود ضعف‌های سخت افزاری و سرعت اینترنته. معمولا به خاطر سرعت پینگ بالا و به خاطر لگ که نشأت گرفته از ضعف‌های سخت افزاری هستش، دوستان گیمر توی ایران خیلی اذیت میشن و اونجوری که باید از گیمینگ لذت نمیبرن. توی این ویدیو میخوام یه دونه روتر خیلی حرفه‌ای که برای گیمینگ کاستومایز شده، در واقع سفارشی سازی شده رو معرفی بکنم. با من باشید تا بریم سراغ آنباکسینگش. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. ازتون ممنونم که ویدیوهای من رو تماشا میکنید. اگر بار اول هستش که ویدیوی من رو تماشا میکنید و از این دست ویدیوها خوشتون میاد، چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی قرار میدم نوتیفیکیشنش برای شما هم بیاد. خب دوستان، بریم سراغ آنباکسینگ لینکسیس WRT 32X که کاستومایز شده برای گیمینگ و میتونید بخرید و استفاده بکنید. قبل از اینکه در جعبه رو باز بکنم که توش یه محصول فوق العاده هیجان انگیزه، خود جعبهش کلی توضیحات روشه که میخوام اونا رو قبلش بهتون بگم. یه کمپانی وجود داره به اسم کیلر. این کمپانی کیلر در واقع یه جورایی یه عملیات بوست کردن انجام میده روی روترهای مختلف، مخصوصا واسه کسایی که تخصصی کارشون گیم هستش. و کاری که انجام میده اینه که یه درصد قابل توجهی پینگ شما رو در واقع میاره پایین تا در واقع دوچار اون مشکلاتی که زمانی که مثلا بازی اکشن بازی میکنید لگ میفته توی بازیتون، یا اینکه به خاطر اینکه پینگتون نسبت به حریفتون بالاتر هستش اون سریعتر شما رو شات میکنه. به خاطر همین این کمپانی کیلر اومده روی این دستگاه که محصول کمپانی لینکسیس هستش، اومده در واقع یک فریمورک گذاشته و به واسطه یا اون فریمورک در واقع سرعت شما همین طور که تو حالت طبیعی دستگاه قوی هستش، به واسطه اون در واقع سرعتش اینجا بالاتر هم رفته. اول روی جعبه رو بهتون یه نشون بدم. خب این روی جعبه هستش. عرضم به حضورتون که گیمینگ روتر هستش، همونطوری که میبینید کاملا کاستوم شده واسه بازی. الاینور، گیگابایت، MSI و رایزر. این چهار تا کمپانی کاملا تخصصی تو حوزه گیم دارن با همدیگه رقابت میکنن و کاملا کامپتیبل و سازگار هستش با تجهیزات و سخت افزاری که اونا دارن استفاده میکنن روی دستگاهاشون. از اون گذشته این طرف روی دستگاه، این طرف روی جعبه رو بهتون نشون بدم اگر اشتباه نکنم، آره اینجا در مورد همون کلیری که بهتون توضیح دادم صحبت میکنه و اینکه سرعت پینگتون رو چقدر داره از اگر ازش استفاده نکنید 74 میلی سکند و اگر ازش استفاده بکنید 17 میلی سکند، در واقع شما سرعت پینگتون پایین تر میادش. و این توی گیمینگ، بچه‌ای که گیم بازی میکنن منظور من خوب میفهمن و متوجه میشن که چقدر بهشون کمک میکنه. اما بریم سراغ باز کردن جعبه‌اش. وقتی یکم پول بیشتر خرج بکنید در جعبه آهن ربایی میشه و به این خوشگلی باز میشه. صداش هم گوش کنید، کاملا درش آهن ربایی هستش. من جعبه رو باز بکنم اینجا. خب همونطوری که میبینید اینجا یه دونه فوم اسفنج شونه تخم‌مرغی هستش که گاهن اگر در جعبه رو بستید و جعبه رو برعکس گرفتید بیفته روی این اسفنجه و مشکلی براش پیش نیاد. وقتی در جعبه رو باز میکنید روی دستگاه یه دونه منوال خیلی خوشگل، یعنی طراحی جعبه این دستگاه و چراغای روی خود دستگاه که استیتس دستگاه رو نشون میده، طراحیش از رنگ مشکی و آبی استفاده شده. بخاطر همین توی منوالش هم از رنگ مشکی و آبی استفاده کرده. معمولا حتی تمام چیزایی که توی جعبه هستن رنگشون مشکیه و کاملا جذابه. اون حال و هوای گیمینگ رو کاملا به مصرف کنندش میده.
حالا اینجا یه دونه منوال سلت وجود داره، این منوال سلت هستش که میبینید و داخلش یه دونه یوزر گایده که اون هم با رنگ مشکی صفحه اولش طراحی شده، باز میشه همونطور که میبینید. خب اینا رو بذارم کنار، در این منوال رو هم ببندم، این منوال میره کنار. میرسیم به خود دستگاه که فوق‌العاده زیباست و سنگین. روی دستگاه چراغ هستن که وضعیت در واقع پورت‌های شبکه و وایفای رو بهتون نشون میده و البته پورت‌های USB، چون که روی این دستگاه میتونید در واقع استوریج‌های مختلف رو شیر بکنید و استفاده بکنید. دو طرف دستگاه، سمت چپ و سمت راست دستگاه، جای آنتن وجود داره و البته پشت دستگاه دو تا آنتن 5 گیگاهرتز و دو تا آنتن 2.4 گیگاهرتز این دستگاه ساپورت میکنه. حالا بریم سراغ چراغاش که البته روشنش هم میکنم. اینترنت رو داره، عرضم حضورتون که در واقع اون وایفای 2.4 رو داره و وایفای 5 گیگاهرتز رو، دو تا پورت USB که روی دستگاه هستش و 4 تا چراغ پورت های لنی که پشت دستگاه هست. حالا بریم سراغ پشت دستگاه. پشت دستگاه 4 تا گیگابیت اترنت دارید، یعنی 10,000 ساپورت میکنه. اگر توی شبکه یکم وارد بشید متوجه این موضوع میشید. یه دونه پورت داره که از مودمتون، از اون در واقع سورس اینترنتتون، حالا ممکنه که رادیو باشه، در واقع اینترنتش رو تامین میکنید. دقت بکنید این دستگاه روتر هستش، مودم روتر نیست، یعنی پورت RJ11 که معمولا DSL رو در واقع میارید توی دستگاه روی این دستگاه وجود نداره. این رو دقت بکنید اگر خواستین دستگاه رو بخرید، متوجه باشید که این دستگاه روتر هستش، مودم روتر نیست. دو تا پورت USB داره که البته شما شاید یه دونه شو اینجا میدید، یه دونه پورت USB هست و یه دونه پورت اینتیگریتد هستش که هم USB هستش و هم ایساتا، که در واقع شما میتونید هاردتون رو به پورت ایساتا هم به این روتر وصل بکنید. پورت در واقع USB دوش USB 3 ساپورت میکنه، رنگ آبی رنگ کاملا این رو داره نشون میده. USB در واقع اینتیگریتد شده با ایساتا USB 2 هستش. دکمه ریسیت رو پشت دستگاه داریم، برق 12 ولت DC، دکمه خاموش و روشن و اون دوتا آنتنی که بهتون گفتم. کاملا زیر دستگاه میبینید که باز هست، در واقع با حفره هایی که ایجاد کردن روی بدنه به خاطر اینکه در واقع دستگاه سریعتر خنک بشه هر دو طرف. به خاطر همین خیالتون کامل راحت باشه که 7x24 این میتونه روشن باشه و هیچ مشکلی براش پیش نیاد. برند لینکسیس در واقع یکی از زیر برندهای کمپانی سیسکو هستش که شاید به جرئت بشه گفت یکی از حرفه‌ای‌های دنیای شبکه هستش. خیلی ها برندش رو میشناسن، حتی کسایی که توی حوزه شبکه کار نمیکنن. خب دستگاه رو هم من این روتر خیلی خوشگل و حرفه‌ای رو که واقعا حس حرفه‌ای بودن با آدم میده رو میذارمش کنار. بریم سراغ ادامه جعبه. 4 تا آنتن خیلی خوشگل روی فوم مشکی گذاشتن. من یکی از این آنتن رو در میارم. جنس این پیچه ابتداش کاملا فلزی هستش، متریالش کاملا حرفه‌ای هستن و شکل و شمایلش خیلی خوبه. یعنی این الان که دارم جنسش رو نگاه میکنم کاملا جنس معلومه که چینی نیستش، یعنی شاید ساخت چین باشه ولی کاملا اصالت برند رو داره نشون میده. من دستگاه رو بیارم. خب خیلی راحت به سادگی آب خوردن اینا بسته میشن. 4 تا جای میخ که این زیر میبینید، بعضا ممکنه که بخواید روی دیوار دستگاه رو بست بکنید برای محیط های آفیس، چون میتونید به عنوان در واقع روتر آفیس بیس هم ازش استفاده بکنید. آنتناش اینجوری قرار میگیره، اگر به دیوار وصلش بکنید میتونید آنتناش اینجوری باز بذارید.
خب آنتنش رو باز بکنم من. بریم سراغ ادامه جعبه چون هنوز تمام نشد. خب این فومو که در واقع روش آنتن رو قرار دارن رو هم میذارم کنار. اینجا آداپتور در واقع پاور رو داریم و یه دونه سی دی مشکیه که تنظیمات و یوزر گاید دستگاه هستش که میتونید تنظیمات و کانفیگایی که میخواید رو روی دستگاه بهتون کمک میکنه که پیاده بکنید. این آنباکس جعبه بودش. حالا بریم روی لپتاپ بهتون نشون بدم که محیط کاربریش و در واقع کنسول روتر به چه صورت هستش. با من همراه باشید. بریم سراغ این که کنسول روتر لینکسیس رو ببینیم با هم دیگه. من اینجا قبل از هر چیز بهتون نشون بدم الان ستاپ اولیه‌اش انجام دادم، وصل شدم به روتر. اینجا از من یه دونه پسورد میخوادش، من پسوردش رو بزنم. پسورد انداختم. خب بچه ها بی وقفه برم سراغ این که وصل بشم به کنسول مودم. من روی وایفای بهتون نشون بدم. ستاپ اولیه گفتم مودم روتر لینکسیس رو انجام دادم. برم پسوردش رو بزنم. باید بگم که واو، یعنی شاید به جرئت بگم یکی از قوی ترین یو آی و یو ایکس هایی که توی عمرم واسه کنسول یک روتر دیده بودم رو الان تجربه کردم. اینو بی اقراق میگم، کاملا حرفه‌ای، کاملا حرفه‌ای و کاملا شسته رفته، فوق العاده است این کنسول. همونطور که اینجا میبینید نتورک ترافیک من رو نشون میده، این قسمت آپلود، این قسمت دانلود. دقیقا این پایین یه دونه اسپید تست داره، اینو میزنم ببینید چقدر جالبه. کار اسپید تست رو واسهتون انجام میده روی بستر اینترنت، فوق العاده عالیه. همچنان که این داره کار اسپید تست رو واسه ما انجام میده، این طرف کانکتد دیوایس ها رو نشون میده که لپتاپ من هستش، میگه یه دونه دیوایس وصل هستش که از البته از سرویس در واقع کیلر استفاده نمیکنه. این از این تا در واقع تست آپلود رو هم انجام بده. این پایین به صورت دسترسی سریع شما پورت فورواردینگ رو هم دارید. کسایی که وارد هستن به شبکه میدونن که با پورت فورواردینگ چه کاری میشه انجام داد. میتونید اد بکنید یه رول رو یا ادیت بکنید خیلی سریع از همینجا. تو قسمت وای فای سیتینگش میرم. اینجا در واقع داره اسم روتر روی 2.4 و 5 گیگاهرتز رو نشون میده به من و پسوردش. و حالا کاری که میتونم انجام بدم، مثلا به عنوان مثال میتونم یه دونه SSID گست تعریف کنم واسه مهمان. اینجا داره من نشون میده چه دیوایس هایی در واقع با چه طول موجی وصل هستن و IP در واقع ولیدشون، یعنی IP که باش وصل هستن به اینترنت دقیقا چی هستش. اینجا در واقع همون سرویس کیلر هستش که من میتونم انیبلش بکنم. ولی فارغ از اون، اینجا میتونم سطح در واقع پرایوریتی خودم رو تعریف بکنم که چی باشه، که من خودم رو اینجا های گذاشتم، میتونم انیبل بکنم. بریم داخلش ببینیم که چی هستش. الان من این سرویس رو اینجا انیبل هم کردم. برمیگردم توی داشبورد، نه مثل که هنوز اینجا
من رو نشناخته. این الان آف هستش و اگر آف باشه چه اتفاقی میفته؟ باز هم هنوز اتفاقی نیفتاده. خب من باید سر در بیارم از اینکه چیه و چجوری کار میکنه. یه دونه اسپید تست داره که اینجا کار اسپید تست رو واسه من انجام میده. میتونم رو اینم بزنم که ببینید در واقع این رو روی داشبورد هم داشتیم. یه دونه روتر ادمنستریشن داره، چون این ران هستش الان نمیاره، پس من صبر میکنم تا این تست انجام بشه. پینگی هم رو هم اینجا در واقع داره تستش رو انجام میده. یه ارور هم گرفت. حالا میام روی ادمنستریشن، پسورد هستش، هم پسورد در واقع بس شدن به وای فای، هم پسورد وارد شدن به کنسول. و البته اینجا یه دونه ادرس سیتینگ داریم که دیگه توی ساب منوش پورت فوروردینگ هستش، استاتیک آی پی ریزرویشن هستش. که این استاتیک آی پی ریزرویشن چی هستش؟ اینه که شما میتونید به واسطه این روی روتر به یک دستگاه یک آی پی خاص اساین بکنید و همیشه اون دستگاه وقتی که وصل میشه به روتر، روتر اون آی پی رو بهش در موقع اساین بکنه. وی پی ان کلاینت هستش. وی پی ان کلاینت بسیار کاربردی هستش. این رو دوست دارم یه روزی حتما ازش یه دونه ویدیو بسازم، قرار بدم که در واقع شما باید اگر بتونید هزینه بیشتری بکنید روترها یا در واقع مودم روترهایی رو تهیه بکنید استفاده بکنید که وی پی ان کلاینت دارن، و به واسطه وی پی ان کلاینت میتونید از طریق داخل کنسول وی پی ان بزنید و همیشه اینترنتتون در واقع بدون فیلتر و بدون محدودیت باشه. که در واقع الان این روتر اوپن وی پی ان کلاینت ساپورت میکنه، میتونید در واقع اون پروفایل اوپن وی پی ان کلاینتی رو که در واقع دارید رو اینجا بهش روز بدید و استفاده بکنید و کانکت میشه. اینجا بحث اکسترنال استوریج ها هستش که میتونید به واسطه اون دوتا پورت یو اس بی بهش وصل بشید و اینجا اگر بهش وصل بشید حالا بهتون نشون میده که چجوری میتونید از طریق در واقع نتورک فایل شیرینگ اون رو شیر بکنید تحت شبکه، اون سورس در واقع استوریج رو استفاده بکنید. داینامیک دی ان اس داره که کارهای خودش رو داره. لوکال نتورک سیتینگ رو دارید که حالا در واقع داره به شما میگه که لوکال نتورک سیتینگ شما چی هستش و در واقع آی پی میگم ونتون رو داره نشون میده، نه آی پی لنتون رو. و اینترنت کانکشن سیتینگ که توش میتونید در واقع دی اس تی پی رو آن و آف بکنید که آی پی رو استاتیک تنظیم بکنید یا اوتوماتیک. DNS رو الان داره از ISP میگیره، یعنی کسی اون شرکتی که داره سرویس اینترنت من میده میتونه از گوگل بگیرم، میتونه از اوپن DNS بگیرم، یعنی که کاستوم خودم ست کنم و سیف بکنم. فوق العاده منوی شسته رفته ای داره. به جرئت میشه گفت تمام پارامترهای اصلی توش وجود داره، میتونید ازش استفاده بکنید و بیچون و چرا میتونم بگم قوی ترین یو آی رو داره. ضمن این که شرکت سازنده یعنی لینکسیس برای WRTA32X اومده یک یو آی یا یوزر اینترفیس به سبک گیمینگ روی در واقع این داشبورد پیاده کرده و کنسولش وقتی وارد کنسولش میشید کاملا شبیه در واقع ستینگ یک گیمه. اینو من این یک پارچگی که توی این دستگاه وجود داره توی طراحی خارجیش، توی در واقع طراحی پکینگش، طراحی کنسولش یک پارچگی وجود داره از رنگ، از فونت، از همه اینها که کاملا این دستگاه رو متمایز و کاملا حرفه‌ای کرده. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. لطفاً لایک و کامنت فراموش نشه. خیلی لذت میبرم از اینکه براتون ویدیو میسازم. امیدوارم که بهتر و کیفیت بیشتر تداوم داشته باشه. تا ویدیوی بعدی خدافظ.